داستان مرد چوبی. نوشته جولیا دونلسون. تصویرگر اکسل شفلر. مرد چوبی با خانوادهش، همسرش و 3 فرزندش توی تنه درخت بزرگی زندگی می کرد. صبح زود مرد چوبی بیدار می شه برای پیاده روی که یه دفعه سنجاب کوچولوی از روی درخت داد می کشه: مرد چوبی، مرد چوبی، لطفا مراقب باش، پشتتو نگاه کن. اون سگه تیکه چوبو میگیره به دهنش و با خودش فکر میکنه و میگه: من یه تیکه چوب خیلی خوبی پیدا کردم که میتونم باهاش بازی کنم، میتونم پرتابش کنم و دوباره بگیرمش. مرد چوبی میگه: من دیگه چوب نیستم که منو پرت کنی، با من بازی کنی. من میخوام برم پیش خانوادم. من باید برگردم. اگه میشه لطفا منو رها کن. آقا پلیس یه دفعه پیداش میشه و میگه: آهای کوچولو، شما این علامت رو ندیدی؟ هیچ سگی نمیتونه اینجا بدون قلاده بازی کنه. لطفاً زودتر قلادش رو ببند. که مرد چوبی ما اینجا آزاد میشه و میتونه که بره پیش خانوادهش. یه دفعه پرنده یه کوچولوی رو شاخه درخت ها داد میکشه: مرد چوبی، لطفاً مراقب این کوچولوها باش که دارن اینجا بازی میکنن. که یه دختر کوچولویی مرد چوبی رو تو دستاش میگیره و میگه: آخ جون، من یه چوب پفکی پیدا کردم که اونو پرتش کنم تو رودخونه. کی میاد با من بریم با هم بازی کنیم و این چوب رو پرتابش کنم؟ و با هم میرن و این مرد چوبی رو پرت میکنه توی رودخونه. مرد چوبی فریاد میکشه: من یه دیگه چوب پفکی نیستم که تو منو پرت کنی تو رودخونه. من مرد چوبیم. من میخوام برگردم پیش خانوادم. مرد چوبی میفته تو رودخونه و همچنان میره و میره که ناگهان یه قورباغه کوچولویی داد میکشه: مرد چوبی، مرد چوبی، لطفا مراقب اون قوی پشت سره باش. ولی دیگه دیر شده بود و اون قو مرد چوبی رو به نوکش میگیره و میگه: من یه شاخه خیلی خوبی پیدا کردم برای لونم و میتونم باهاش لونم رو کامل کنم. مرد چوبی میگه: من یه شاخه کوچولو نیستم که تو بخوای منو ببری توی لونت. چرا نمیتونی منو ببینی؟ من مرد چوبیم. من میخوام برگردم پیش خانوادم. لطفا منو رها کن، بذار برگردم. قایقی از راه میرسه و برخورد میکنه به این لونه قو و مرد چوبی آزاد میشه. اون روی سطح آب میمونه
و همچنان میره و میره تا میرسه به دریا. مرد چوبی دیگه خسته شده بود. دریا اونو با خودش میکشینه و میرسونه به یه ساحلی که اونجا پسر بچه‌ای با پدرش با هم بازی میکردن. که ناگهان پدر داد میکشه: من یه دیگه چوب خوبی پیدا کردم برای دکل قلعمون. مرد چوبی فریاد میکشه: من دکل قلعه شما نیستم که بخواین پرچمی بهش وصل کنید. من مرد چوبیم. من میخوام برگردم پیش خانوادم. لطفا منو رها کنید. اون دیگه خیلی عصبانی بود و میگفت: من نه یه دکلم که به من پرچم بزنید و من اسباب بازی سگ شما نیستم. من همینطور دستگیری کیف شما نیستم. من مداد نیستم که بخواییم با من نقاشی بکشین. یا با من بازی گلف بکنین. من بومرنگ نیستم که منو پرتاب کنین. تیرکمانم نیستم که بخواییم با من بازی کنین. من مرد چوبیم. ولی انگار کسی صداشو نمیشنید. کم کم دیگه داشت برف میومد و همه جا رو برف پوشونده بود. پسر بچه کوچولویی با شال گردن پشمی و کلاه و دستکش اونو دید و گفت: من یک تیکه چوب خوبی پیدا کردم برای دستای آدم برفیم. مرد چوبی فریاد کشید و گفت: من دستای آدم برفی شما نیستم. من مرد چوبیم. من میخوام برگردم به خونه. لطفا منو رها کنین. خورشید خانم دیگه بالا اومده بود و آدم برفی کم کم داشت آب میشد. مرد چوبی کم کم رها شد و گفت: من باید برگردم پیش خانوادم. مرد چوبی دیگه خیلی خسته شده بود. اون وسط جنگل ها افتاده بود. دیگه داشت یخ می زد. کم کم چشاشو بست و به خواب عمیقی فرو رفت. اون دیگه حتی صدای ناقوس کلیسا رو نمیشنید. صدای آواز خوندن مردم رو که برای کریسمس آواز میخوندن رو هم نمیتونست بشنوه. اون به خواب عمیقی فرو رفته بود. ناگهان دختر کوچولویی فریاد کشید: مامان، من تیکه چوب خوبی پیدا کردم برای سوزوندن توی شومینه. و اون مرد چوبی رو برداشت. مرد چوبی رو گذاشت توی شومینه خونشون تا باهاش آتیشی درست کنه. کسی هست که مرد چوبی رو بیدار کنه قبل از اینکه دیر شه؟ مرد چوبی همچنان که خوابیده بود توی شومینه خواب بچه ها و همسرش رو میدید که دارن توی برفا بازی میکنن با هم. همچنان که خوابیده بود صدایی شنید. انگار کسی میگفت: پاشو، بلند شو، تا
تو باید از اینجا بلند شی. که یه دفعه چکمه هایی از توی شومینه اومد پایین، که یک دفعه بابا نوئل از توی شومینه افتاد پایین و مرد چوبی رو هم آزاد کرد. مرد چوبی گفت: خیلی ممنون بابا نوئل، تو زندگی منو نجات دادی، من خیلی 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 ازت ممنونم. ممنون بابا نوئل مهربون. بابا نوئل گفت: حالا میای به من کمک کنی تا این کادوها رو بفرستیم برای بچه ها؟ اونا با هم پرواز کردن تا هدیه های بچه هایی که منتظر بابا نوئل بودن رو ببرن دم در خونه هاشون. پسر بچه خوابیده بود و منتظر کادوهاش بود. مرد چوبی کمک کرد تا بابا نوئل کادوهاشو ببره و همینطور کادوی دختر کوچولویی هم که خواب بابا نوئل رو میدید. بابا نوئل گفت: فقط یه دونه دیگه مونده که باید ببریم با هم کادوشو برسونیم. آماده ای مرد چوبی؟ مرد چوبی گفت: بله. و با هم داخل ابرا پرواز کردن. خانم چوبی خیلی تنها بود. بچه‌هاش خیلی غمگین بودن. اونا احساس نمی‌کردن که کریسمس اومده خونه‌شون، چون باباشون خونه نبود. که ناگهان صدایی شنیدن: کیه که داره به خونمون در میزنه؟ آیا اون پرنده است؟ یا یه موشه؟ یا یه خفاشه؟ این صداها چیه مامان؟ من مرد چوبیم. این منم. منم که برگشتم به خونه. بابا نوئل کمک کرده بود تا مرد چوبی به خونه برگرده و اونا با جشن و شادی کریسمس خودشونو گذروندند و جشن گرفتند. ممنون بابا نوئل مهربون که کمک کردی مرد چوبی برگرده به خونه. و اونا سالیان سال با هم به خوبی و خوشی زندگی کردند.